تقریبا فکر کنم 4 سال میشه که از اومدن بازی فورزا هورایزن 5 میگذره و دیگه کم کم میتونیم بگیم با ارفاق که نزدیک معرفی شدن فورزا هورایزن 6. به هر حال امسال حداقل یا بهتر بگم سال 2025 انتظار میره به نظر من خیلی احتمال زیاده که فورزا هورایزن 6 معرفی شه. ولی حالا اومدیم توی این ویدیو بگیم که به نظر ما چی ممکنه اضافه بشه به این بازی و چی به نظرمون احتیاجه که اضافه شه به سری فورزا هورایزن. همه خیلی خوش اومدید به کانال داونشیفت. من علی هستم و محتوا می‌سازم راجع به بازی‌های ریسینگ و هفته یک بار تقریبا جدیداً این کارو می‌خوام شروع کنم. یه جور بازی‌های بیشتر حالا معمولاً شبیه ساز ولی به هر حال مربوط به ماشین نیستن ویدیو می‌گیرم. برای همین اگر ریسینگ گیمر هستین و یا اگر ماشین باز هستین، طرفدار ماشین هستین یا اگر از بازی‌های شبیه ساز خوشتون میاد، پیشنهاد می‌کنم این کانال رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو هم دوست داشتین که یه لایکی بکنین، حمایت بکنین. دمتون گرم. خب تقریباً 4 سال یا 5 سال، نه همون 4 سال از اومدن فورزا 5 میگذره و دیگه اواخرشه. چون چرا حالا اومدم این ویدیو رو بگیرم و چرا احساس میکنم که آخرشه، چون که دیگه جدیدن فورزا هورایزن 5 حداقل فکر کنم این اولین سیزنی بود که خیلی دیگه رو ماشین جدید تمرکز نداشت و دیگه زیاد چیز خاصی انگار حداقل این سیزنش روی ماشین خاصی یعنی نخواست عرضه کنه. یه ماشین جدید هر سیزن میداد چند تا، این سیزن چیز خیلی خاصی ندیدیم و خب طبیعی هم هست، هر سیزن داشت ایشون 3-4 تا ماشین جدید میداد به مدت 3-4 سال و خیلی پشتیبانی خوبی کردن از بازی و یه جا به هر حال دیگه تمام میشه دیگه. و به نظر من بعید نیست که دیگه به این زودیه دیگه تو امسال یا سال بعدی، چون الان آخره دیگه سال 2024ه، حداقل تو 2025 دیگه از فورزا هورایزن 6 خبر پیدا کنیم که مراسم ایکس باکس همین امسال که شوکیسشون تموم شد، قبل این که شروع بشه خبر و شایعه اومد که آقا فورزا هورایزن 6 هم میخوان معرفی کنن، که من خودم هم همین گولو خوردم و گفتم آخه واقعا هم عقلانی بود که معرفی کنن، ولی دیدیم معرفی نکردن. بر همین دیگه گفتیم حتما امسال یا سال بعدی دیگه، این جلوتر به هر حال دیگه، ولی الان نزدیکاشه که معرفی شه. فورزا هورایزن 6 قبل شوکیس ایکس باکس، قبل شروع شایعش، من نمیدونم واقعی یا نه، ولی چند تا رومر شایعه اومده بودن، گفته بودن که توی آلمان جریان داره و اون اتوبان بلند آلمان هم توش هست، در صورتی که طرفدارای فورزا هورایزن، کلا سری فرانچایز فورزا هورایزن، خیلی توکیو رو میخوان یا به هر حال یه مپی مثل ژاپن باشه، آسیایی تور باشه و توکیو که شهر رو بیشتر اینجور چیزا باشه، هم خوبه هم به نظر من خوب نیست. چون بخوام نظر خودمون بگم، الان چیزی که خیلی نیاز داره، حالا ما وارد داستان میشیم، ولی به نظر من خیلی چیزی که مهمتر از همه، من حداقل خودم، فورزا هورایزن نیاز داره تو سریای بعدیش و کلا به نظر من باشه و بیشترش کنن، شخصی سازی ماشین هاست. حالا چرا اینو میگم؟ فورزا هورایزن ها کلن تو شخصی سازی به نسبت بازی های نید فور اسپید و حتی کرو ضعیف عمل کردن. خب میاد 600 تا ماشین داره، مثلا از اون 600 تا ماشین 30 یا 40 تا ماشینش کاستومایزشون میشه کرد، شخصی سازیشون میشه کرد، یا به قول خودمون اسپورتشون میشه کرد، که باز هم آپشن های اسپورت کردنشون خیلی کمتر از نید فور اسپیدی، که البته یه دلیلی هم پشتش هست، بخاطر اینکه تعداد ماشین های فورزا خیلی زیادن و همینجوری هم این ماشین میده و برای هر کدوم از این قطعات اسپورت کردن ماشین ایشون باید بره لایسنس اون شرکت اسپورت، حالا اون شرکتی که اون برندی که ساخته اون قطعه رو باید بره بخره، کاری که نید فور اسپید انجام میده. ولی خب برای همینه که نید فور اسپید مثلا الان آن باوند بیشترین تعداد ماشین رو فکر کنم تقریبا تو بین نید فور اسپید داره، ولی با 130-140 تا ماشین داره که خب الان به نسبت فورزا و کرو خیلی کمه، ولی خب آپشن کاستومایز زیادن، چون نید فور اسپید میاد هم هزینه میکنه روی شخصی سازی، هم یه تعدادی از ماشینا مثل فورزا زیاد اونقدر ماشین نمیاد، چون خیلی بودجه میشه دیگه، باید خیلی بودجه بذارن، که من راستش بخواین اوکی ام یه ذره تعداد ماشینا فورزا هورایزن کم کنه و یه ذره شخصی سازی از اون ور به لایسنس بخره، مثلا بتونیم شخصی سازی کنیم، حداقل از این بال فورزا خلاص شیم، چون واقعا اسپویلرهای فورزا خیلی نابودن، اسپویلرهایی که مال خود فورزا هست، نه اسپویلرهایی مثل اسپویلر راکت بان یا اینایی که تو فورزا هست. ولی خلاصه بگم، به نظر من مهمترین چیزی که باید به این بازی تو فورزای بعدی اضافه شه، که راستشو بخواین تعارف ندارم،
به نظر من نمیشه، شخصی سازیه. چیزای دیگه هم داریم راجع به شخصی سازی، مثلا تنظیم ارتفاع ماشینا. کرو موتور فست که اصلا تعطیل نداره، فورزا باز میتونی کمک فنر ریس و اینا بندازی یه ذره ماشین میره پایین، ولی کمبر و اینا رو فقط تو قسمت تیون میتونین تغییر بدین. زیاد از لحاظ ظاهری فرقی نمیکنه که نیت فور اسپید باز اینو به خوبی انجام میده و به نظر من باید یه شخصی سازی روی تنظیم ارتفاع ماشینا اضافه کنه، که به نظر من چیزی نیست که برندهای ماشین مشکلی باشه باشن، چون وقتی نیت فور اسپید میتونه اجازهش رو داره، پس شما هم میتونید. اما من میگم در آخر بعید میدونم چیکار کنه. بخش بعدی ما یه مپی میخوایم، حالا چه جدای این که توکیو یا حالا مپ ژاپن میخواد بیاری یا آلمان یا هر کدوم، دو تا مورد رو به نظر من دیگه فورزای بعدی باید بهترش کنه توی مپ. شما هم راستی اگر نظر دارین حتما توی کامنت رو بنویسین ما استفاده کنیم. یکی این که آقا مثل فورزا هورایزن 4، خب من اگه بخوام راجع به مپ توضیح بدم، فورزا هورایزن 2 به نظر من زیباترین مپ رو داشت. این بین فرانسه و ایتالیا خیلی شهرهای جذابی داشتن، منظره های خوشگلی داشتن و اصلا فورزا هورایزن 2 گاد بود تو سری های فورزا هورایزن. ولی از لحاظ آب و هوا فورزا هورایزن 4 بهترینشون بود، از لحاظ فصل و آب و هوا اصلا یه انقلاب بود تو بازی ریسینگ جهان باز. و از اون طرف بهترین صدای ماشین هم توی فورزا هورایزن بود، حالا بهشون میپردازم حالا. ولی راجب مپ داریم الان صحبت میکنیم. با توجه به این انقلابی که تو فورزا هورایزن 4 اتفاق افتاد و زمستون میشد برف میومد، نمیدونم پاییز میشد زمینا نارنجی میشد، یعنی درختان برگاشون نارنجی میشد و به این جذابیت، و از اون ور بهار باروناش بیشتر میشد، گلا یه ذره خیس‌تر میشدن و کلا آب و هواش و تابستون تقریبا خشک بود دیگه، یک به نظر من جایی رو برای مپ بهتر انتخاب بکنن که تو الان ببین اونا این انتخاباتشون رو کردن. ولی چیزایی که ما میگیم که دیگه فصل زمستون چهار فصل باشه، یعنی زمستون میشه برف بیاد، دقیقاً این تغییرات رو داشته باشیم. چیزی که ما توی مکزیک نداشتیم، خب چون توی واقعیت هم توی حداقل این بخشی از مکزیک که بازی رو بردن گذاشتن واقعا خب زمستون میشه برف نمیاد، مگه تو همون قسمت کوهستانیش که تو بازیش اگه تو فصل زمستون شما ببینید تو بخش کوهستانی مپ، آره برف داره میاد یه ذره و برف رو زمین است. ولی من دوست دارم دیگه حداقل خودم بازی بعدی هر کشور یا هر شهری که هست این برف باشه توش، چهار فصل باشه مثل فورزا هورایزن 4، خیلی جذاب بود. و صدای ماشین ها درسته که صدای ماشین ها توی فورزا هورایزن 5 خیلی بهتر از فورزا هورایزن 4 شد، چون تو صدای ماشین ها توی فورزا هورایزن 4 که افتضاح بود، یعنی بدترین صداها رو بین فورزا ها داشت و اصلا صداها بی ربط بود، داج وایپرش اصلا بی ربط بود، خیلی از صدای ماشین ها بی ربط بود، و تو فورزا هورایزن اومدن تا حدودی اشکالاتش رو درست کردن. ولی همچنان بهترین صدای ماشین ها توی فورزا هورایزن ها فورزا هورایزن 2 گاده، فورزا هورایزن 2 واقعا گاده روی صدای ماشینا، و فورزا هورایزن 5 خیلی جا داره تا برسه به صداهای فورزا هورایزن 2، برای همین صدای ماشینا رو هم باید درست کنن. راجع به مپ که داشتیم میگفتیم، اگه ژاپن یا خلاصه آلمان این شایعه ها درست باشه بیاد، به نظر من 4 فصل رو دارن و جفتشون مپای خوبی هن. ولی ژاپن فکر کنم طرفدار رو ساکت میکنه، چون دارن از فورزا هورایزن 3 خودشون رو جر میدن که ژاپن. ولی منهای اینها ببین، مهم صرفا اون کشوری که میریم توش مهم نیست تو بازی. این مپ فورزا هورایزن به نظر من یه ایرادی داره که باید درستش کنن. آقا مپ بعدی ناموسن تو رو به خدا قسمت شهریشو بزرگتر کنی. خیلی قسمت‌های شهری توی فورزا هورایزن کلن کمه، بیشتر جاده است، اوکی قشنگه، ولی این قسمت شهرش هم باید بزرگتر کنن. خیلی ما تنوع شهر کم داریم. اصلا شهر فورزا هورایزن 5 که گواناتا بود، اسم سختی داره، تو مکزیک اون که افتضاحه، با شهر فورزا هورایزن 4 زیباتر بود، اما بقیه محیطای مناظر طبیعی فورزا هورایزن 4 خیلی شبیه به هم بودن، همش چمن بود، چمن. ولی خب این راز و جادوی تغییر فصل ها باز جذابش میکنه. فورزا هورایزن 3 مناظرش بی‌نظیر بود، خیلی خوشگل بود، ولی اونم بخش شهریش کوچیک بود ولی خوشگل بود. فورزا هورایزن 2 به نظر من نرمال بود، همه چیش آس بود. فورزا هورایزن 1 ولی خیلی جذاب بود و قسمت شهریش هم خوب بود، خدای فورزا هورایزن 1، ولی کلا مپ کوچولویی بود. خلاصه تو بخش مپ به نظر من بخش شهریشو کلا باید بزرگتر کنن. و یه چیز دیگه راجع به، و حالا بخوایم بریم سراغ دیتیل های دیگه، توی فورزا هورایزن بعدی
من راستش تا الان با بازیای فورزا هورایزن با این هندلینگ و فیزیک ماشیناش هیچ مشکلی نداشتم. با هورایزن 5 هم نداشتم. ولی یه چیزی راجع به دوربین داخل بازی که هست، باید این دیگه انیمیشن 900 درجه پیچوندن فرمون رو اضافه کنن دیگه، چون من نمیفهمم واقعا این چه سیاستیه دارن، چه روی فورزا موتور اسپورت چه روی فورزا هورایزن ها همینقدر فرمون بیشتر نمیدونم 90 درجه میشه 180 درجه میشه همین نمیچرخه. من نمیدونم چرا الان بهترین، الان به نظرم یکی از بهترین دوربین های اول شخص توی این ریسینگ های حداقل جهان باز کرو موتور فست، فرمون 900 درجه بی‌نظیر میچرخه و خیلی همخونی داره، خیلی طبیعی و هماهنگ، خیلی دوستش دارم. ولی خب آینه هاش کار نمیکنه، خب این خیلی مسخره است. اما تو این آپدیتی که برای کرو موتور فست میاد آینه هاش هم دیگه کار میکنه. حتما آپدیت کرو موتور فست بیاد، حالا حتما ویدیوشو براتون میذارم. یه ذره دیگه مونده یاد که تو اون آپدیت آفلاین هم میتونیم بازیش کنیم. ولی آره واقعا فورزا هورایزن نیازه. بابا من نمیدونم چه مشکلی، حداقل آپشن بذار تو ستینگ کسی دوست نداره فرمون 900 درجه تو انیمیشنش به چرخه، خب اینو قطع کنه همون 180 درجه. واقعا اینو این واقعا باید عوض شه. و چیزی که اینو خودم دوست دارم و میدونم فورزا هورایزن اضافه نمیکنه، میدونم یعنی احتمال 99% میدم، من که تو شرکتشون نیستم ولی احتمال 99% میدم، آقا مثل تست درایو، ما که از تست درایو واقعا چیزی ندیدیم، یعنی زد پوکوندمون. ویدیوشو ندیدین برین ببینین، همین دوتا ویدیو قبلی، یه دونه ویدیو قبلی گذاشتم راجع به تست درایو که چه به سر خودش آورده و چه افتضاحی به بار آورده. فورزا هورایزن بعدی من میدونم ولی اضافه نمیشه. بابا راهنما زدم من نمیدونم، این بازیای ریسینگ، سازنده های بازی های ریسینگ مشکلشون با آپشن راهنما و فلاشر تو ماشینا چیه؟ اضافهش کنین، واقعا چیز خاصی فکر نکنم داشته باشه. وقتی تست درایو آورده اینا میتونن بیارن دیگه. آره من خیلی دوستم راهنما داشته باشه، دوستم سقف تمام ماشین ها باز شه اگر ماشینشون قابلیت باز شدن سقف و کروک شدن رو داره. تنوع مسابقات تا حدودی به نظر من میخوایم، ولی به نظر من یه سری چالش میخوایم، چالش های جدید. مثال بزنم، مثلا چیزهای خارج از مسابقه، چیزهای مربوط به رانندگی صرفا باشه، این مراحل متفاوت میخوایم. ولی مهمتر از اون بخش آنلاین فورزا هورایزن 5 که واقعا دوست داشتم، مسابقاتش خوبه، یعنی مسابقات داره، مسابقات دریفت آنلاین داره، مسابقات عادی آنلاین داره، بتل رویال داره که من بتل رویال باز نیستم چون من ماشین دوست دارم، من میخوام مسابقه بدم یا کارهای دیگه بکنم یا دریفتمو بزنم، بتل رویال نمیخوام. و از اون خلاصه از لحاظ مسابقات آنلاین بخش زامبی هم داره، ولی باید یه ذره تمرکز رو بیشتر بذاره رو بخش ماشین بازا، چیزی که ماشین بازا دوستن. اینا رو اگه بیاره واقعا خیلی خوششون میاد. من به نظرم شما باید مسابقه آنلاین درگ رو بیاری، واقعا لاستیک درگ داری ولی مسابقه آنلاین درگ نداری، باید به درگ بیشتر توجه کنن. مسابقه های آنلاین دریفت که سر جاش باشه و مسابقات عادیش رو هم داشته باشه، و میتونن یه سری مسابقات دیگه هم بیارن. میتونن توی مپ بازی یه پیست کوچولو هم به نظر من اضافه کنن. حالا این چیزا، این ایده هایی که دارم از جانب خودم میگم، میدونم اونا ویدیوی ما رو نمیدونن ولی داریم با هم صحبت میکنیم، به هر حال من و شماها داریم ایده هامونو میذاریم وسط. چیزی که فورزا هورایزن 3 داشت ولی از فورزا هورایزن 3 به بعد حذف شد، من عاشق این بودم، کانوای آفلاین. شما اگه الان رفیقتون بهتون جوین بده تو فورزا هورایزن، خب این کانوای میشه گروه شما، تو گروه جای میده با هم میرین دور میزنین، خب خیلی جذابه، خیلی چیز خوبیه این. اما توی فورزا هورایزن 3 برای کسایی که اگر تنها بودن، رفیقی نداشتن یا اصلا رفیقشون الان آنلاین نبود، بهشون اجازه میداد تو بخش آفلاین. دیدی تو بخش آفلاین فورزا هورایزن NPC حرکت میکنه، هوش مصنوعی، میتونستی براشون بوق بزنی، اینا میومدن تو گروه تو، کانوای تو، تو هر جا میرفتی اینا باهات میومدن، همین هوش مصنوعی. سرعت هم میرفتی اینا هم سرعتشون رو بیشتر میکردن باهات، خیلی باحال بود، با همدیگه انگار رانندگی میکردین تو مپ، تو با هوش مصنوعی ها مسابقه نمیدادین، با همدیگه راه میرفتین، هر جا تو میرفتی میدادن و خب خیلی جذاب بود. و فورزا هورایزن 4 حذفش کردن دیگه، فقط تو آنلاین بود دیگه، یعنی پلیرها بهت جوین بدن یا رفیقت، NPC نه، فقط آن. خب این خیلی چیز مسخره ای بود، یعنی خب اینا میذاشیم باشه دیگه، چیز خاصی نیستش. به نظرم تو فورزا هورایزن بعدی واقعا اینو چون قبلا گذاشتین بعدت میشه اگه نیارین، به نظرم خیلی نیازه و خیلی میتونه به جهان باز بازی کمک کنه. اینکه تو با ام پی سی نمیدونی چه کیفی میده، برین اگه فورزا هورایزن سدانیانا یه لحظه برین تست کنین تو بخش آفلاینش، برین بوخ بزنین برای ام پی سی و میتونی 3-4 نفر براشون بوخ بزنین، 3-4 نفر باهات بیان ها زیاد،
بعد میری تو اتوبان لای میکشی، اونا باید لای میکشن، اصلا نمیدونی چه فازه. این یکی از بهترین آپشن های فورزا هورایزن 3 بود که من خیلی دوستش داشتم و به نظر من باید بذارنش تو فورزا هورایزن 6، ولی با این فرمونی که میرن این هم من بعید میدونم. حالا یه شایعه هم شده بود که فورزا هورایزن 5 میخواد بیاد برای PS5. من یه چیز بگم الان، من نمیدونم، در حد شاید، از این شایعه ها کلا زیاد میاد راجع به چیزهای مختلف، من بعید میدونم راستش، زیاد مطمئنم نیستم ولی احتمالش هست، ولی اینو باور دارم بهش که اگر پس فردا، فردا روزی، سه روز بعد، یه هفته بعد پست بذاره که فورزا هورایزن 5 داره میاد به PS5 خودش بذاره، این یعنی اینکه فورزا هورایزن 6 برای PC و Xbox به سرعت داره میاد، همون ممکنه یه ماه بعدش اینطورا معرفی بشه. یعنی هر موقع اگر احتمال، اگر دیدین گفتم فورزا هورایزن 5 تایید شد که داره به PS5 میاد، دیگه میتونیم به طور قاطع بگیم که مثلا اون سال فورزا هورایزن 6 داریم. و نمیدونم ایده های شما راجع به فورزا هورایزن 6، ولی به نظر من مهمترین چیزها اضافه شدن، یعنی بیشتر شدن و متنوع‌تر شدن شخصی سازی توی ماشین هاست، یعنی بتونیم قشنگ اسپورتشون کنیم، نئون اینا مثلا اضافه کنیم، و یکی دیگه بیشتر شدن فضای شهری توی بازی. خیلی دیگه جاده بازی شده، همش جاده است فورزا هورایزن، و به نظرم باید واقعا بخش شهری بیشتر اضافه بشه، پارکینگ عمومی اضافه کنن توی بازی. ببین چیزایی که المانهایی که ماشین بازا دوست دارن، این بازی بازی ماشینیه، باید پس ماشین بازا هم خوششون بیاد، و اینا به هر حال به نظرم مهمترین چیزاست. حالا راجع به اینکه آلمان باشه یا توکیو باشه، من نظری راستش ندارم، چون هر مپیو تقریبا خوب در میارن، ولی اینو مطمئنم که یه مپ خیلی بزرگو خواهیم داشت، چون دیگه فورزا هورایزن 6 تماما نسل نهمیه و برای ایکس باکس وان قطعا نمیاد، برای همین گارانتی شده ما یک مپ خیلی بزرگ داریم که تا حالا توی فورزا هورایزن ندیدیمش، و من که نمیتونم اصلا، خیلی دوست دارم بدونم چیه، و دیگه به نظرم یواش یواش باید فورزا هورایزن 6 بدن، چون فورزا هورایزن 5 دیگه واقعا بچه پیر شده، بچه دیگه خستم شده، خیلی هم خوب به ما خدمت کرده، دمش گرم. و فکر کنم بیشترین ویدیوهای این کانالم هم مربوط به فورزا هورایزن 5 بوده، یعنی بیشتر من فورزا هورایزن محتوا تولید کردم تا ریسینگ های دیگه. حالا جدیدن این اواخر داریم ریسینگ های دیگه رو سر میزنیم، ولی واقعا فورزا هورایزن 5 خیلی خدمت کرد، بچه دیگه خسته شده، باید سریع فورزا 6 رو بیارن. دمتون گرم، امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت بوده باشین، و فکر کنم چیزها رو گفتم، چیز دیگه اگه میخواستم بگم یادم رفته بوده راجع به فورزا هورایزن 6، ولی حتما نظرات خودتونم بنویسین تو کامنت ها که چی شما به نظرتون لازمه که به فورزا هورایزن 6 اضافه بشه. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.